لا، شنو الإنجليزية؟ خب، عرض به خدمتتون که من این میکروفونهای شما را باز کنم. صدا رو دارین آقایون؟ اگر صدا رو دارین عدد یک رو لطفا وارد کنید. تصویر رو دارین عدد دو لطفا. تصویر صفحه، بله مرسی. خب من این کمم دوباره بدم بهتون. بله، از به حضورتون که اولین کاری که داشتیم اینجا صفحه چند، صفحه چهار گفته سه عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تویی باشد. سپس عبارت خود را با نوشته های همکلاسیتون مقایسه کنید. خب ما حالا چون زمان اون خود گرفته شد، اینا رو سعی میکنم خودم بنویسم، بعد بعضی جاها هم از شماها کمک میگیرم و میپرسم. خب میخوایم سه تا عبارت بنویسیم که مجموعه تویی داشته باشه، یعنی جوابش بشه مجموعه تویی. مثلا میگیم اعداد زوج اول دو رقمی. پس اعداد اینکه خیلی بنده شد، اعداد زوج دو رقمی زوج دو رقمی اینم اول اعداد یا اول زوج دو رقمی که همچین اعدادی وجود نداره، اعداد اول زوج دو رقمی. خب یکی دیگه شو آقای بشارت سریع بگو لطفا. فقط سریع تر بگذاریم. بله، اعداد مکعب کامل بین 30 و 50 و مجموعه اعداد اول بین 90 تا 96 میتونیم بگیم، و آخری هم که من نوشتم مجموع اعداد اول بخشبازی بر پنج کم اعداد مکعب کامل بین 30 و 50. بین 30 و 50 دیروز هم گفتیم اعداد مکعب وجود نداره. بعد یکی دیگه شم حالا خوب بود، گفت اعداد مضرب 5 کوچکتر از خب سه عبارت بنویسید که هر کدام مشخص کننده مجموعه فقط با یک عضو باشد. آقای جعفری سریع بفرمایید. آقای جعفری، آقای جعفری، خب آقای جعفری نیستن. آقای توکلی بگم. آقای توکلی بفرمایید. الو استاد. الو سلام. آقای توکلی صحبت کنم لطفا. استاد من توکلی هم بفرمید. جواب این سوال رو بکنم. سه تا عبارت که فقط یه عضو داشته باشه. مکعب کامل بین 120 و 130. صدات خیلی بده. عرض به خدمتتون مکعب کامل بین 120 و 130 که میشه 120. بله بله. دیگه بعد عدد مضرب 10 کوچکتر از 20. خب دیگه عدد خب عرض به حضورتون که بله حالا بهم گفتن آدرس های خود پیچیده ای هم دادن. مثلا ما میتونیم بگیم اعداد زوج اول، اعداد اول زوج، اعداد اول زوج، اعداد اول زوج که فقط عدد دو میشه. دیگه
یکی دیگرش میتونیم بگیم چی بچه ها؟ میتونیم بگیم مجموعه، توی کتاب دانش هم گفته بود، رؤسای جمهور فعلی، رؤسای جمهور فعلی ایران. یه اونه بیشتر نیست دیگه. یکی دیگه میخوام بگیم، باز یک عضوی، ایشون گفتن که اعداد مکعب بین 120 و 130. حالا شما ممکنه چیزای دیگه بگیم، مهم نیست، هر کی جوابی به این برسه. سوالی میگه عبارت هایی را که مشخص، عبارت هایی که مجموعی را مشخص میکنه مثلا تعیین کنیم. بچه ها قرار بود که مجموعه عبارتی تعیینش کنه که عرض به خدمتتون چجوری باشه. عبارت های مجموعه رو تعیین میکنن که مشخص باشه و واسه همه به یه جواب برسه. اینجا الان میگه 4 عدد فرد متوالی. این 4 عدد فرد متوالی اگر ما به چند تا از بچه ها بگیم بنویسیم، هر کدومشون از یه جایی ممکنه بنویسن. یعنی یکی میگه 11 13 15 17، یکی میگه 3 5 7، یکی 21 23 25. اینه که پس این مجموعه رو مشخص نمی کنه. 3 عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2 دیگه این مشخصه. همه بچه ها به یه جواب میرسن. عددهای اول کوچکتر از 20، عددهای اول کوچکتر از 20 هم فقط یک مجموعه داره، همه به همون جواب. 3 تا شهر ایران، خب 3 تا شهر ایران معلوم نیست که کدوم 3 تا، پس این مجموعه نیست. شمارنده های عدد 24 این مجموعه است. 5 تا عدد بزرگ، خب 5 تا عدد بزرگ گفتیم بزرگی از نظر هر کسی یه معنایی داره. ممکنه دانش آموز کلاس دوم سوم دبستان باشه، عدد بزرگ به نظر 40 50 اینا میاد. همینطوری که میاد بزرگتر، عدد بزرگتر میشه تا میرسه به اختلاس های چند میلیاردی. اما عددهای طبیعی بین 2 و 3، این هم مجموعه است. چه مجموعه یه بچه این؟ مجموعه آقای که نداریم دیگه، آقای احدی، بله، مجموعه توهی. این آقای جعفری چی شد آخرش؟ بود تو کلاس یا نبود؟ آقای حسین خانی مجید داری، آقای جعفری صحبت کن بخواه، چرا وقت جواب ندادی؟ آقای نامداری من تو کلاس شما هستم، پیگیر. خب چرا جواب نمیده؟ الان هم دستش رو بلند کرده، رسی که الو استاد میکنیش کار نمیکنه، این مشکلی داره اینجوری که باز برطرف کنی. استاد صدای من میاد؟ آقای جعفری چرا جواب ندادی عزیزم؟ الان میاد، ولی اون وقتی که صدا کردم باید سریع اومد، وقتی کلاسم نمیگرفتی. سوال 4، مانند نمونه کامل کنید مجموعه حروف به بعد. آقا میکروفون ده، آقای جعفری دستم بیار پایین. نه خیر، وقت دستشو بالا نمیبره، تا پایین نمیاره. مجموعه حروف الفبای فارسی، خب مجموعه حروف الفبای فارسی به اینجا مربوط میشه، اینجا میشه A. 3 4 5 6 7 8 9 مجموعه عددهای طبیعی بین 2 و 10، این میشه G. مجموعه عددهای صحیح بین منهای 2 و منهای 3، اون میدونیم توهیه، میشه E. و مجموعه عددهای اول یک رقمی، مجموعه عددهای اول یک رقمی میشود H یا H، 2 3 5 7. مجموعه مضرب های اول عدد 5، مجموعه مضرب های اول عدد 5 میشه D. و C A و B،
میشه چی؟ مجموعه حروف آ و ب و عدد 3 میشه اینم سی. بعد 6 4 2 8 میشود اف. بچه هر کدومش که سوال دارین لطفاً بپرسین، اگر از هر کدوم سوال دارین بپرسین که بگیم بسن. سوال 5 میگه کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ با نمودار ون نشان دهید. عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب این که مجموعه رو مشخص میکنه. حالا گفته با نمودار ون مشخص کنید. خب میایم یه دونه مثلا دایره میکشیم، توش مینویسیم، اسمینم بذاریم آ چون الف بود. مثبت و صحیح کمتر از 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 کمتر از 10 ببخشید. این میشه نمودار ون. شمارنده های اول عدد 19، شمارنده های اول عدد 19 مجموعه رو مشخص میکنه. اینو همینجا نشونش میدیم چون کوچیکه، فقط میشه 19. عدد هایی که شش وجه یک تاس معمولی را مشخص میکنند، این هم باز مجموعه است. این هم اسمشو میذاریم سی. 1 2 3 4 5 و 6. جواب های معادله این، خب بچه این معادله جوابش میشه چی؟ حلش میکنیم اینجا 2x به اضافه 8 مساوی 1. 8 میره اون طرف میشه 2x منهای 7، یعنی x میشه منهای 7 دوم. از یه مجموعه به نام d درست میکنیم، اینم منهای 7 دوم، اینم مجموعه است. 4 تا میوه خوشمزه میتونیم بنویسیم، موز، نارنگی، خرمالو، پرتقال، درست آقایو؟ 4 تا. خب کسی حرفی داره راجع به این 4 تا میوه خوشمزه؟ بله، این 4 تا میوه خوشمزه مجموعه نیست هستن، به این علت که هر کسی انتخابی داره. به نظر یه نفر مثلا ممکنه موز و آناناس و خرمالو و نمیدونم پرتقال باشه، یکی دیگه بگه انار و نمیدونم هلو و شلیل و انگور و یه چیز دیگه. به هر حال این مجموعه نیست. عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منهای 8، خب این هم مجموعه است بچه ها. عددهای صحیح و منفی بزرگتر از منهای 8 میشه منهای 7، منهای 6، منهای 5، منهای 4، منهای 3، منهای 2 و منهای 1. خب اینجا اگر کسی سوالی داره لطفاً بگه که من توضیح بدم. بفرمایید آقای پورکمالی، سریع تر لطفا. اصلا من خواستم بپرسم که اگر مجموعی باشه که مثلا عددهای صحیح منفی کوچکتر از منفی 8 چی کار کنی؟ یعنی چجور با بنتونی بی نهایت دیگه؟ بله اونا هم هست دیگه، اونا هم مجموع هست، مشکلی نید. آم بله نشونش میده. خب نیمیسی منهای دو، منهای در، منهای 11 و چند تا نقطه دیگه. همون درست نمیشتیم؟ توی کتاب عرض به خدمتون که درسی اشکال نداره. خب عرض به خدمتون که بریم سراغ سوال 1 تمرین. متناظر با هر عبارت یک مجموعه و متناظر با هر مجموعه یک عبارت بنویسید و تعداد عضوهای هر مجموعه را تعیین کنید. خب بچه تعداد عضوهای هر مجموعه میدونید بهش میگن عدد اصلی،
عدد اصلی مجموعه یعنی تعداد عضوهای اون مجموعه و با این مجموعه نشونش میدن عدد اصلی. خب عرض به خدمتتون که اینجا گفته که 1, 8, 27, 64, 125 اینا چی هستن بچه ها؟ اینجا میشه مکعب اعداد طبیعی کوچکتر از 6، مکعب اعداد طبیعی کوچکتر از 6. پس میگیم مکعب اینا یه خود بزرگ شده، مکعب اعداد طبیعی کوچکتر از 6. اگر کسی حرف دیگه ای داره یا متوجه نشده لطفا همون وقت بپرسه. 30 مساوی با 10. خب 10 چی میشه بچه ها؟ میتونیم بگیم اعداد طبیعی بین 11 و 12. میتونیم بگیم اولین مضرب طبیعی 10، این بهتره، اولین مضرب طبیعی 10. عددهای طبیعی آن وقت اینا گفته بود که چیزش هم بنویسید، عدد اصلیشون یعنی تعداد عضوهاشون هم بنویسید. خب بنویسیم ان آ اینجا چنده بود بچه ها؟ 5 تا. تعداد عضوها رو اینجوری نشون بدیم، عدد اصلی این میشه 5، اینجا عدد اصلی این مجموعه 30 میشه 1. عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچکتر از 100، عددهای طبیعی مضرب 5 و کوچکتر از 100. پس می نویسیمش، اگه یا آب 3 بود اینجا رو بذاریم، چی بذاریم؟ اون 3 خراب کرده کارشو، نبود اینجا 3 می نویشه، حالا نوشته دیگه. اینو می نویسیم به مساوی میشه با 5, 10, 15 و میره تا 95. حالا تعدادش رو میخواد بچه، تعداد اینا رو ما تو کلاس هفتم یاد گرفتیم، آخری منهای اولی تقسیم بر فاصله به اضافه 1. 95 منهای 5 میشه 18 تقسیم بر 5 رو رفتی، 95 منهای 5 میشه 90 تقسیم بر 5 میشه 18 به اضافه 1 میشه 19. پس ان ب می شود 19 تا، ان ب میشه 19. عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5، عددهای طبیعی بزرگتر از 4 و کوچکتر از 5، اسم اینا میذاریم د، مساوی میشه با توهی، هیچ عددی اینجا وجود نداره، تعداد عضوهای این مجموعه میشه 0. عددهای صحیح منفی که بین 4 و 7 قرار گرفتن، باز اینجا هم به همون صورت بچه ها، بین 4 و 7 هیچ عدد منفی قرار نداره، پس تعداد عضوهای این هم میشه 0. عددهای اول دو رقمی که مضرب 7 باشن، چی به توهی علاقمند شده؟ اعداد اول دو رقمی که مضرب 7 باشن، اینم باز نداریم همچین چیزی، که باز تعداد عضوهای اینم میشه 0 که تویه. سوال بعدی میگه جاهای خالی را طوری کامل کنید تا حاصل عبارت درست باشد. عدد 5 عددی طبیعی، ببخشیم، به عبارت 5 عدد طبیعی که بین 1 و 20 قرار داشته باشند یک مجموعه را مشخص نمی کند. خب ساده ترین راه شناختش هم اینه که بچه ها جوابای مختلفی به این میدن، یعنی به دو نفر این سوال بدی هر کدومشون یه جواب مجزایی میدن بشه. خب عرض به حضورتون که مجموعه 2, 3, 4 تا 9 گفته دارای چند تا عضوه؟ خب مشخصه دارای 8 تا عضوه.
مجموعه صفر و تویی دارای دو تا عضوه، یکیش صفره یکیش هم علامت تویی. با توجه به مجموعه این داریم پنج عضو آ است، یا با نماد ریاضی خب میگیم پنج عضو آ، و دوازده عضو آ نیست، اینم دوازده عضو آ نیست، روی عضویات خط بزنیم. سه مجموعه متفاوت بنویسید که عدد دو عضو آنها باشد. خب اینو میتونیم که به فارسی بنویسیم، بنویسیم توصیفی، بنویسیم اعداد طبیعی یک رقمی اعداد اول یک رقمی های کوچکتر از ده بنویسیم، کوچکتر از ده، یا بگیم که عرض به خدمتتون اعداد زوج یک رقمی. سه تا مجموعه متفاوت هم تو همشون عدد دو وجود داره. خب عرض به حضورتون که بریم سراغ کار در کلاس بعدی. گفته جاهای خالی را در مجموعه زیر طوری پر کنید که مجموعه ها برابر باشند. خب دو تا مجموعه به شرطی با هم برابرند که هر عضو این مجموعه توی یک مجموعه باشه، یعنی تمام عضوهای دو تایشون مشترک باشه، تعداد عضوهاشون هم یکی باشه. خب عرض به حضورتون که الان تو مجموعه اولی پنج داریم، تو مجموعه دومی هم داریم، یعنی الان این با این متناظره. خب بعدش دو پنجم داریم، دو پنجم اینجا هم داریم، این هم دو پنجم. نه سوم یعنی سه، سه داریم اینجا هم سه داریم. خب اینجا 144 آیون میدونن جذرش میشه 12، یعنی میشه منهای 12، اینجا هم مثبت 4 میشه، یعنی میشود منهای 12 روی 4، جوابش میشه منهای 3. خب اون طرف منهای 3 داریم این بر نداریم، پس ما باید بیاریم اینجا بذاریم منهای 3 که در حقیقت همین اینه، و اما چهار این بر داریم که اون بر نداریم، که این هم میذاریم چهار، این چهار، این هم منهای سه. اگر سوالی هست لطفا بفرمایید. اما مورد بعدیش، اول هفت، چه جالب اولی هفت پیدا شد، اینجا هفت داریم بر نداریم، خب اینجا بذاریم هفت. بعدش چهاردهم همین دو پنجمه که خب داریم، چی رادیکال چهار نهم میشه دو سوم، دو سوم اینجا داریم. من الان یه خط میکشم زیرشون که بدونیم هر کدومشون متناظره کدوم یکی هستن. اینم دو سوم، منهای یک دوم، خب منهای یک دوم با این منهای نیم برابره. بعد 625 هزارم اینجا بنویسیمش، 625 هزارم میشه 625 هزارم، میان ساده میکنیم، ولی اونا که بلدن که به 125 ساده میشه، و یا یعنی من میان به 5 ساده میکنیم، مثلا میشه 125 اینجا میشه 200، باز به 5 میشه 25، این میشه 40، باز به 5 میشه 5 میشه 8. چه جالب، یعنی این 125 در حقیقت همین 5 هشتمه، پس میمونه منهای 2 که باید بیاد اینجا، اینم منهای 2. خب متوجه شدن؟ اگر سوالی هست یا متوجه نشدن لطفا بفرمایید. بعدیش میگه دو مجموعه به نامهای آ و ب مانند سوال بالا طرح کنید، پاسخ خودتان با دوستانتان مقایسه کنید. دیگه این کار خودتون انجام میدی. خب بریم سوال قسمت زیر مجموعه رو گفتم بچه دیروز با ساتون، درسته؟
گفتیم زیر مجموعه به یه مجموعه میگن که همه عضواش از مجموعه اصلی گرفته شده باشه. مثالش الان کلاس شما تشکیل شده از چند دانش آموز؟ 26-27 دانش آموزه. حالا اینا ما میایم یه تیم فوتبال از انتخاب میکنیم، این تیم فوتبالی که انتخاب میکنیم همه بچه هاش از این کلاس هم بگیم تیم فوتبال زیر مجموعه ای از کلاس 3-2 و بدیهی که تو این کلاس هیچ دانش آموزی تو تیم فوتبال دانش آموزی از کلاس دیگه وجود نداره. البته همه دانش آموز هم تو تیم فوتبال نیستن، یه تیم نمونم بسکتبال معرفی میکنیم، یه تیم جمعونم والیبال معرفی میکنیم، حالا ممکنه یه تیم واترپولو هم بخوام، حالا ما نداریم، میریم تیم واترپولو جلوش خالی میذاریم میشه تویی، یعنی اگه تویی هم باشه باز میشه زیر مجموعه. یعنی ما همه اون انتخابایی که میکنیم داریم از کلاس 3-2 انتخاب میکنیم. حالا توی یکیشون 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 5 نفر، شاید همه مثلا ممکنه که مسابقه 2 بذاریم همه بچه ها شرکت میکنن، باز همه دونده ها مال کلاس 3-2 هستن، پس همشون میشن زیر مجموعه کلاس 3-2. خب یعنی من با این حرفام خواستم بگم که هر مجموعه ای 2 تا زیر مجموعه اساسی داره، یکیش توهی، یکی هم خودش، بعد دیگه میایم میگردیم یه عضوی دو عضوی سه عضوی غیره رو پیدا میکنیم. خب بریم سراغ عرض به خدمتتون سوال 1. میگه با توجه به نمودار مقابل دلیل درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را بنویسید. حالا دلیلش هم میخواد، چون نوشتن اینا خودش کلی مصیبت داره. آ زیر مجموعه 3، بله آ زیر مجموعه 3 نیست. خب این که معلومه نادرسته بچه، آ زیر مجموعه 3 نیست، همه عضواش توی 3 وجود داره، پس این زیر مجموعهش هست. پس دلیل نادرستیه اینه که همه عضوای آ در 3 وجود داره که شما حالا می‌نویسید. به زیر مجموعه آ این هم درست نیست، چون توی ب عضوهایی ممکنه وجود داشته باشه اینجاها که توی آ وجود نداره. سه زیر مجموعه آ نیست، خب این کاملا درسته، چون که آ زیر مجموعه سه، چون آ زیر مجموعه سه، اینجا میگه توهی زیر مجموعه آ، همین الان گفتم که توهی زیر مجموعه همه مجموعه ها هست، توهی زیر مجموعه همه مجموعه ها هست. به زیر مجموعه سه، بله به هم هر عضوی که داره از سه گرفته شده، توی نمودار کاملا مشخصه. و آ زیر مجموعه به، اینم درسته، چون تمام عضوهای آ توی به وجود داره. سوال 2 گفته مجموعه های آ، به و سه را در نظر بگیرید، یعنی منظورش این مجموعه هایی که این پایین به ما داده، گفته اینا رو در نظر بگیرید، سپس درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید. با ذکر دلیل ها دلیلش رو تشریحی بنویسیم، خب زمان بره، ولی همینجوری دقت میکنیم که درست بگیم. خب اینجا گفته که آ 1 3 6 و 4، ب 5 1 3 3 میشه 2 5 1 3 6. حالا گفته که ب زیر مجموعه آ نیست، یعنی توی ب یه عضوی باید وجود داشته باشه که توی آ نباشه، پس 5 الان اینجا وجود داره، پس این درست. 3 زیر مجموعه ب، خب 3 زیر مجموعه ب هست، درسته آقایون؟ 3 زیر مجموعه ب دیگه اینجا وجود داره. خب بریم سوال قسمت بعدی، آ زیر مجموعه ب. ببینیم من یه چیز غلط گفتم، فقط یه نفر فهمید، آقای شیخ انصاری فقط، بله آقای احدی هم گفت این مجموعه نیست، اگه بخواد زیر مجموعه باشه باید خودش اصلا مجموعه باشه، این کاملا غلطه. یعنی که سه زیر مجموعه ب، این کاملا نادرسته، زیر مجموعه خودش باید یه دونه مجموعه باشه. اینجا گفته آ زیر مجموعه ب، که باز این هم میبینیم که اینطور نیست، چون توی آ عضوهای 4 و 6 وجود داره که توی ب وجود
نداره، این هم غلطه. بعدش میگه به زیر مجموعه سه، بله همه عضوایی که تو به هستن تو یک سه هم هست، پنج یک سه، اونجا هم پنج یک سه داریم. و اما آ زیر مجموعه سه نیست، بله نیست، چون دو چهار داره اون نداره، این درسته. دو عضو آ، خب این هم نادرسته. یک و چهار عضو آ، این درسته بچه ها. الان یک و چهار عضو آ، قبوله؟ بعدیش گفته شیش عضو آ نیست، بله بازم فقط شیخ انصاری. اگه شیخ انصاری نداشتیم راحت بودیم تو این کلاس، هرچی غلط غلط میگفتیم کسی نمیفهمید. آقا این مجموعه است، مجموعه که نمی... این نداریم هم چیزی اون تو. اگه گفتیم یک و چهار، باید اینجا یه مجموعه داشتیم که یک و چهار توش بود. اگر اینجوری بود اومد خیلی میشد از اون. این زیر مجموعه آه عضو آ نیست، دقت کنیم بچه ها. از این آقایی که حواستون جمعه ممنونم. ضمن یادتون باشه که بازم میگم این آقایی که شرکت دارن توی بحثای کلاسی حتما باهاشون محاسبه میشه، و بالعکس، بالعکس هم یه خودتون میدونید. من بعضی از بچه ها رو اسمشون فقط مثلا سر امتحان میبینم و برقه دیگه، جای دیگه هیچ وقت نهیدیم یه سار نظری بکنم. آه راستی آقای برنجکار که اومد، خوب شد من اینو بگم. بچه قرار بود اسم پی دی اف فارسی باشه آقای برنجکار، اسم پی دی افتون فارسی باشه، ولی بعضیاتون بله بله همینجوری دونه به آقای اسم پی دی اف فارسی باشه، زمنه اسمم داشته باشه، یه سه چهار نفرم اسم نداشتن. گفته شیش عضو آر نیست، شیش عضو آنی چرا با هست، اینم غلط گفته. پنج و شیش زیر مجموعه سه، این یکی دیگه شانسی درسته. اما پنج عضو سه، بله اینم درسته. صفر زیر مجموعه آ، صفر بله، صفر زیر مجموعه همه میشه دیگه، درسته. صفر زیر مجموعه آ، بله اینم باز غلطه، چون که صفر اولا یه عدد مجموعه نیست، دوما اونی که زیر مجموعه همه هست توهیه. پس اینم کاملا غلط بود و ما حواسمون رو جمع نکرده بودیم. سوال بعد میگه همه زیر مجموعه های آ و ب و سه در زیر نوشته شده است. خب حالا میگه مثل این نمونه شما همه زیر مجموعه های اینا رو بنویسیم. چه زرنگ، خود ستایی رو نوشته به مفته چهارتایی رو بنویسیم، این دیگه اوج بی‌انصافی. خب الف نه و بین عددهای طبیعی بین 9 و 12، پس من اینجا مجموعهشو بنویسم. آ مساوی با، اینجا بنویسم مساوی با 10 و 11. حالا زیر مجموعهاش گفتیم اول یک عضوی ها رو بنویسیم، بعد دو عضوی ها رو بنویسیم، یه نداره، بعدش هم توهی. خب بچه تعداد زیر مجموعه های فرمولی داره، حالا تو وارد کتاب دانش شدیم اونجا اثباتش هم میگیم واسه تو. تعداد زیر مجموعه های مجموعه فرمولش میشود دو به توان این، که میشه دو، اینجا دو تا عضو داریم، دو به توان دو میشه چهار تا. ما اولا چهار تا به دست آوردیم، یک دو سه چهار. حالا برای یکی ب میخوام که اول تعداد زیر مجموعه ها رو به دست بیاریم. تعداد زیر مجموعه هاش میشه دو به توان اینش میشه دو به توان چهار میشه 16 تا. خب اول میایم یک عضوی ها رو بنویسیم، برای اینکه اشتباه نکنیم سعی کنیم به ترتیب بنویسیم. اول یک عضوی ها مثلا میشه آ ب س عرض به خدمتتون د، بعد دو عضوی ها آ و ب، آ و س، آده بوسه اوده و سه اوده. اما حالا سه عضوی ها میشه آ ب س، آ ب د، ای س د، بعد دیگه چی؟ آ س د،
بله این هم میشه چهار عضوی ها، سه عضوی ها، یه دونه هم چهار عضوی داره خودش آ ب س د و یه دونه هم که توهی زیر مجموعه همه هست. حالا اگه بشماریم انشالله که همون 16 تایی که میخواستیم هست. خب حالا بریم سراغ بچه، هر جایی سوال دارین لطفا بفرمایید، اینجوری نباشه رد چیم بریم شما سوالتون باقی بمونه. اینجا گفته مجموعه های زیر رو با اعضا مشخص کنید. آ اول این الف مجموعه اعضای صحیح فرد، فقط گفته با عضوا مشخص کنید، نگفته به زبان ریاضی بنویسید. خب ما اینجا بنویسیم، کجا بنویسم؟ این بالا بنویسم آ مساوی با این آره، پس اینو بذارم ب، اینم که به اون یکیه بذارمش سه. ترتیب رعایت نکرده کتاب درسی. سه مساوی با اعداد فرد صحیح میشود چی بچه ها؟ اعداد صحیح فرد. خیلی زیاده. بنویسیم مثبت و منفی یک، مثبت و منفی سه، مثبت و منفی پنج، مثبت و منفی هفت و الی آخر. یا میتونیم اینجوری بنویسیم، این وری بنویسیم یک سه پنج هفت الی آخر، این طرف منهای یک منهای سه منهای پنج و الی آخر، این مجموعه زد که نشون میدادیم یادتونه، و هر دو صورتش قابل قبوله. اما اینجا گفته که آ مساوی با آ عددهای x به طوری که x از z صحیح باشن بین منهای 5 و 5، خود منهای 5 هم باشه. خب این منهای 5، منهای 4، منهای 3، منهای 2، منهای 1، 0 1 2 3 4. و بعدیش ب گفته سه کای به اضافه دو به طوری که کا عضو z باشه. گفته عددهای صحیح رو یعنی کا عضو z، همه عددهای صحیح رو به جای کا بذارید جواب اینو به دست بیارید. خب بچه این یعنی از مضربای 3 دو تا بیشتره، از مضربای 3 دو تا بیشتره. ما اولی مضرب 3 مون صحیح 0، دو تا بیشترش میکنیم میشه 2، بعد این بر 5 8 11 و الی آخر. این طرف میتونیم بنویسیم منهای 1 منهای چهار، دیگه سه تا سه تا اضافه میکنیم، منهای هفت منهای ده و الی آخر. این میشه مجموعه‌ای که از ما خواسته بود. بعدیش گفته که مجموع اعضای گویا رو با کیون نمایش میدهیم، چون اولی هم خب اینا رو که بلدیم همه رو. خب اینا که توضیح داره فقط چیزی نداره، بریم سراغ تمرین. گفته مجموعه این آ مساوی منهای دو منهای یک صفر یک و دو در کدام یک از مجموعه زیر با هم برابر است. خب ما برای اینکه ببینیم برابرن یا نه میایم اینا رو با عضوا مشخص میکنیم، بعدا میفهمیم برابرن یا نه. اول میایم از این ور ب رو مشخص میکنیم، ب مساوی با x به طوری که x عضو آ یعنی از اون بالا انتخاب بشه و اگه به توان دو برسه کوچیکتر و مساوی دو بشه. به توان دو برسه کوچیکتر و مساوی دو بشه میشه منهای یک صفر و یک. خب اما سه مساوی با x به طوری که x عضو آ، بازم از اونجا x بین منهای یک و یک زمن خودشون هم باشن، خب میشه منهای یک صفر و یک. و اینجا باز د مساوی با x به توان چهار مساوی یک، x به توان چهار مساوی یک، پس می شود منهای یک و یک. دیگه شما هم بلد این جوابی شد، به مساوی میشه با سه. آقای شیخ انصاری بفرمایید. بابا ممنون است. گفتیم خدمتتون این یعنی به طوری که بعد بر حسب این علامت یعنی به طوری که به شرطی که، حالا میگه x به طوری که یعنی به شرطی که x عضو z باشه یا n باشه هرچی. پس این علامت یکی که اینجا میذارم یعنی به طوری که، درست شد؟
بله بله، با توجه به بقیه تعریفش. من یه کلمه دیگر هم بگم بچه ها، یه تعریف قشنگتر برای دو مجموعه مساوی. اینجا ما اومدیم گفتیم عضوهاشون تعدادش برابر باشه، ضمناً نظیر به نظیر هم با هم یکی باشن، ولی که حالا یه ذره قشنگتر میگیم، حالا که یه خود سوادمون بیشتر شده، میگیم که شرط مساوی بودن دو مجموعه یا اصلا تعریفش اینه که آ زیر مجموعه ب باشه، ب هم زیر مجموعه آ باشه. یعنی هرچی آ داره تو ب باشه، هرچی هم ب داره تو آ باشه، اون وقت میشه آ مساوی ب. این تعریف دو مجموعه مساویه. تعریف دو مجموعه مساوی را اگه از ما خواستن، میگیم که هر کدومشون زیر مجموعه دیگری باشن. خب عرض به حضورتون که گفته که سه مجموعه مانند آ و ب و سه بنویسید به طوری که آ زیر مجموعه ب باشه، ب هم زیر مجموعه سه. آیا میتونید نتیجه بگیرید که آ زیر مجموعه سه؟ خب حالا بنویسیم ببینیم که چجوری میشه. گفته سه تا مجموعه بنویسید، آ زیر مجموعه ب، ب هم زیر مجموعه سه. اول میایم سه رو بنویسیم که ظاهرا از همه باید بزرگتر باشه. مثلا میگیم یک و دو و سه و چهار. مجموعه ب میتونه باشه یک و دو و سه، مجموعه سه باشه دو و سه. الان همه اون شرط هایی که اون گفته برقراره. الان نه این اولی و این آخری آه. عرض به خدمتون که همه اونهایی گفته که آ زیر مجموعه ب الا هست، ب هم زیر مجموعه سه. گفته حالا میتونیم نتیجه بگیریم که آ زیر مجموعه سه؟ بله. وقتی که آ زیر مجموعه ب و ب زیر مجموعه سه هست، ما بعد از این میتونیم نتیجه بگیریم که آ زیر مجموعه سه. این هم حالا مثال عددیش بود که اینجا دیدیم. بعدیش میگه تمام زیر مجموعه های هر یک از مجموعه های زیر را بنویسید. خب تمامش چه جالب. اینجا مجموعه اولی، اول میگه ایکسش رو پیدا میکنه، میگه 2x به اضافه 1 مساوی 3 ضمن x عضو n. اینجا میشه 2x مساوی 2، x میشه 1، پس a مساوی میشه با 1 عضو. چه جالب، تعداد زیر مجموعه هاش هم میشه دو به توان یک، میشه دوتا. یکیش خودشه، یکی دیگرش هم توهی. این میشه همه زیر مجموعه‌ای. اما اینجا میگه x به مساوی با 2x به طوری که x مساوی باشه با 0 و 2 و 3. و در نتیجه مجموعه ب باید مساوی بشه با 0، 4 و 6. چون گفته دو برابرش کنیم. حالا میگم زیر مجموعه های این 2 4 6 رو می‌نویسیم. چند تا زیر مجموعه داره؟ 8 تا. کجا بنویسیم؟ اینجا می‌نویسمش. میگیم ب شد 0 و 4 و 6. حالا 2 به توان n‌ش می‌شود 2 به توان 3 میشه 8. اول میگم یک عضوی ها رو می‌نویسیم، بعد دو عضوی ها. بعد سه عضوی ها، بعد هم توهی. این میشه هشتاش. اگر سوالی هست بفرمایید لطفا. خب حالا میگه نمودار روبرو وضعیت مجموعه های اعداد صحیح و طبیعی گویا رو گفته نشان میداد، آنها رو نامگذاری کنید و با علامت زیر مجموعه. خب ما میدونیم که این کوچولوه باید بشه n، بعدیش هم خودش گفته W، این هم میشه Z، این یکی هم میشه اعداد گویا. پس به همون ترتیب که تو شکل معلومه M زیر مجموعه W زیر مجموعه Z و زیر مجموعه اعداد گویا. درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. هر عدد گویا عدد حسابی است. هر عدد گویا عدد حسابی نیست، چون مثلا دو سوم گویاه، دو سوم عضو اعداد گویاه و دو سوم عضو زد عضو دبلیو نیست.
پس این غلط. هر عدد حسابی عددی گویاه؟ بله، چون که W زیر مجموعه کیوه. هر عدد حسابی عدد گویاه، چون میتونی یه مخرج یک پیش بدیم را. هر عدد صحیح یک عدد گویاه؟ بله، همه اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هستن. هر عددی هم داشته باشی میتونی یه مخرج یک پیش بدیم و این درست. بعضی از عددهای گویا صحیح هم، این هم درسته، چون الان مثلا داریم 12 3 2، خب این مساوی میشه با 4 عضو زد. درست شد آقایون؟ یا منهای 8 2 میشه منهای 4، باز اینم عضو. خب عرض به حضورتون که این از تکلیف ها بود. اما اجتماع و اشتراک، فیروز که دیروز که درس میدادم دیدم خیلی از بچه ها این اجتماع و اشتراک رو بلد بودن، ولی حالا من سریع میگم باز اون وقت انشالله توضیحاتی بیشترش رو روز آینده میگه خدمتتون. بچه ها اجتماع به معنی جمع دو مجموعه است. اجتماع مساوی با جمع دو تا مجموعه. مجموعه ها به جای اینکه بگن آیه به اضافه به، به جای این میگن آ اجتماع به. خب یه مجموعه میشه که شامل همه عضوهای آ و همه عضوهای به. همه عضوهای آ و همه عضوهای به رو میذاریم اینجا. ضمناً یادمون هست که عضوهای تکراری یک بار بیشتر حساب نمیشه. اگر داشته باشیم 1 2 3 4 5 به مساوی باشه با 3 و 4 و 5 و 6، حالا در نتیجه آ اجتماع به مساوی می شود با 1 2 3 4 5 و 6. یعنی عضوهایی که مشترک هستن یه دفعه نوشتیم 3 و 4 و 5، یه بار بیشتر نوشته نمیشن. اشتراک هم که آیون دیگه میدونن این اجتماع علامتش این بود. پس اشتراک دو مجموعه برعکس اونه، یعنی عضوهایی که دو تا مجموعه وجود داره هر دو تاییشون دارن، آ اشتراک به مساوی میشه با 3 و 4 و 5. اما یه نکته قشنگی ما میدونیم که هر مجموعه ای زیر مجموعه اجتماع دو تاییشون میشه، چون که عضوهای این تو اونجا هست. اما در مورد اشتراک برعکسه، اون اشتراک زیر مجموعه اینا میشه. آ اشتراک به زیر مجموعه آ و آ اشتراک به زیر مجموعه ب. خب عرض به حضورتون اینم از این. یه تفریق دو مجموعه هم داریم که دیگه الان چون آخر وقته نمیگم خدمتتون. شما محبت کنین این درسنامه کتاب درسی رو بخونین، لطفا درسنامه شو بخونین. تکلیفتون اینا میشه بچه ها. این کار در کلاس صفحه 13 و تمرینی صفحه 14. فقط یه تکلیف شاید 20 دقیقه‌ای باشه. فقط محبت کنید این درس نامش هم یه دور بخونید که اگر نکته رو نمیدونید بفهمید و توی نوشتن تکلیف هم همه نکاتی گفته شده رعایت کنید لطفا. تکلیفتون یه 20 دقیقه بیشتر نیست، این هم به خاطر اینکه